روزنامه وال جورنال روز چهارشنبه 13 آبان ماه گزارش داد که هکرهای سپاه پاسداران ایران ایمیل ها و شبکه های اجتماعی اعضای دولت اوباما را در هفته های اخیر هک کردند بر اساس این گزارش این حملات سایبری با دستگیری سیامک نمازی یکی از مدیران کمپانی نفتی کرسنت که اواسط اکتبر در تهران دستگیر شده مرتبط هستند وال جورنال به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده نوشته برخی از کار کارمندان وزارت امور خارجه آمریکا و نیز دفتر امور ایران و خاور میانه این وزارتخانه در هفته اخیر مورد حملات سایبری ایران قرار گرفتند روزنامه و اساتید دانشگاه اهداف دیگر این حملات بودند سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در سالهای اخیر به طور مرتب حملات سایبری علیه اعضای دولت آمریکا انجام داده اما موج جدید این حملات پس از حصول توافق اتمی میان ایران و قدرت‌های جهانی آغاز شده است یک مقام رسمی دولت آمریکا نیز به خبرگزاری رویترز گفته درباره گزارش وال نظری ندارد اما تصریح کرده که دولت آمریکا از هکرهایی در ایران و جاهای دیگر خبر دارد که سعی می کنند با حملات سایبری اطلاعات مورد نیاز برای اهداف خودشان را جمع‌آوری کنند سیامک نمازی مدیر ایرانی آمریکایی دفتر برنامهریزی استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت است خبرگزاری رویترز پیشتر به نقل از منبعی که نامش فاش نشده گزارش داد آقای نمازی عواسط ماه اکتبر از سوی نیروهای امنیتی سپاه پاسداران بازداشت شد و اکنون در سلول انفرادی در زندان اوین به سر میبرد این منبع آگاه گفته است آقای نمازی برای دیدار با والدینش به ایران سفر کرده بود و در ماه ژوئیه هنگامی که قصد خروج از ایران را داشت ممنوع خروج شد به گفته این منبع آگاه او از ماه ژوئیه تا زمان دستگیریش در عواسط ماه اکتبر به طور مرتب برای بازجویی احضار شده است مقامات رسمی جمهوری اسلامی تا کنون خبر بازداشت او را تایید یا تکذیب نکردند برخی از مقامات آمریکایی معتقدند که حملات اخیر سایبری از سوی ایران به اعضای دولت اوباما با دستگیری آقای نمازی ارتباط دارد دوستان و نزدیکان سیامک نمازی گفتند ماموران سپاه پاسداران پس از ورود به منزل خانواده او در تهران کامپیوتر شخصی او را با خود بردند نگرانی دوستان سیامک نمازی از این است که اطلاعات سپاه پاسداران در صدد باشد پرونده جاسوسی علیه آقای نمازی باز کند به نوشته وال جورنال این اتفاقی است که برای جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست نیز افتاده و پس از بازداشت سومین ایرانی آمریکایی که در ایران به زندان رفته است نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تلاش کردند با استفاده از حساب کاربری او و همسرش با افراد دیگر تماس بگیرند دفتر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در واکنش به گزارش وال جورنال خود را بیگناه و هدف حملات سایبری بسیار توصیف کرده و دولت اوباما نیز اعلام کرده است که هنوز در حال تحقیق در این باره است گزارش این روزنامه درست در روزهای منتشر می شود که در ایران بازار بازداشت و اتهام زنی از سوی اطلاعات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی داغ است سازمان اطلاعات سپاه روز سهشنبه دوازدهم آبان ماه در بیانی از بازداشت چند تن از اعضای شبکه نفوذی همکار با دولت های متخاصم غربی که در فضای مجازی و مطبوعات کشور فعال هستند خبر داد و مدعی شد که افراد بازداشت شده به دولت های آمریکا و انگلستان وابسته بودند در روز روزهای اخیر چند روزنامه نگار در ایران از جمله ایساس سهرخیز از روزنامه نگاران اصلاح طلب و احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان بازداشت شدند اما هنوز هیچ مقامی ارتباط این دستگیری ها با شبکه نفوذی مورد ادعای سپاه را مشخص نکرده است حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی محدودیت اعلام شده در برجام در مورد منع طراحی کلاهک هسته‌ای و محدود ماندن برد موشک‌های دوربرد به 2000 دو کیلومتر را رعایت می‌کند اطلاعیه سه شنبه دوازده آبان دفتر آقای فیروزآبادی که در خبرگزاری های ایران منتشر شده در عین حال تأکید کرده که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران سخنان فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره عدم محدودیت فعالیت های موشکی جمهوری اسلامی را تایید کرده است. سخنان آقای فیروزآبادی در حالی بیان شده که گزارش های رسانه های داخل ایران بردی تا سه هزار کیلومتر را برای بعضی مدل های موشک های جمهوری اسلامی عنوان کردند. پیشتر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه گفته بود برد موشک های سپاه را فقط رهبر جمهوری اسلامی تعیین می کند و موشک های برد 2000 کیلومتر هم به اسرائیل میرسد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه جوان سال 2010 قطنامه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن جمهوری اسلامی از تولید موشک های بالستیک با توانایی حمل تسلیحات هسته‌ای و نیز آزمایش های موشکی بالستیک منع شده بود. در قطنامه 2231 شورای امنیت نیز از ایران خواسته شده تا هشت سال پس از روز قبول توافق یا تا زمانی که آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارشی مبنی بر تایید نتیجهگیری گیری گسترده تر ارائه کند هیچ فعالیتی مرتبط با موشک های طراحی شده با قابلیت حمل سلاح های هستئی شامل پرتاب با استفاده از فناوریهای های موشک های بالستیک صورت ندهد در همین حال بر اساس گزارش های های ایران چهار نظامی دیگر ایرانی در سوریه کشته شدند و مراسم تشییع سه تن از آنها روز چهارشنبه 13 آبان در شهر کاشان برگزار شده است به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی محسن فانوسی اصر روز سهشنبه در سوریه کشته شده است وی از گروه مهندسی تیپ 43 ملایر بود. خبرگزاری ایرنا نیز گزارش داده است که مراسم تشییع نصرالله محمدی، اسحاق مرادی و قربان علی احمدی از کشته شدگان در سوریه در شهر کاشان در روز چهارشنبه 13 آبان برگزار شده است. خبرگزاری دولتی ایرنا اشاره ای به واحدهای نظامی این ستن یا زمان کشته شدن آنها نکرده و تنها از آنها به عنوان مدافع حرم یاد کرده است. در حال اجساد این سه ایرانی در کاشان تشیع شدند که روز سه شنبه دوازده آبان نیز خبر کشته شدن دو فرمانده سپاه در سوریه منتشر شد. به گزارش رسانه های ایران، عزت الله سلیمانی سرهنگ سپاه از شهر کرد و علی حسینی عالمی از فرماندهان لشکر فاطمیون در درگیری های اخیر در سوریه کشته شدند. مقام های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و اروپایی میگویند شواهد هاکی از آن است که احتمالاً بمبگذاری موجب سقوط هواپیمای روسی بر فراز صحرای سینا شده است. در این سانحه 224 سرنشین این هواپیما کشته شدند. به گزارش رویترز، مقام های اطلاعاتی و امنیتی آمریکایی و اروپایی تأکید کردند هنوز به نتیجه قطعی در این باره نرسیدند. روز چهارشنبه 13 آبان ماه دفتر دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد در شرایطی که تحقیقات هنوز ادامه دارد ما با قاطعیت می توانیم دلیل سقوط هواپیمای روسی را اعلام کنیم همزمان با جمعوری اطلاعات بیشتر ما این احتمال را در نظر می گیریم که این هواپیما ممکن است در اثر انفجار یک بمب سقوط کرده باشد فلیپ هموند وزیر خارجه بریتانیا روز چهارشنبه 13 آبان ماه و پس از جلسه کمیته واکنش به بحران دولت به ریاست نخست وزیر این کشور گفت ما به این نتیجه رسیده ایم که احتمال بسیار بالایی وجود دارد که هواپیما بر اثر یک وسیله انفجاری سقوط کرده باشد وزیر خارجه بریتانیا میگوید کشورش پرواز هواپیماهای بریتانیایی از شرمال شیخ را در حال حاضر متوقف کرده است بریتانیا اعلام کرده که با رایزنی با مقام های مصری و خطوط هواپیمایی در جستجوی راه های دیگری برای بازگشت اتباع خود از شرمال شیخ به کشورش است. اظهارات هموند در حالی صورت میگیرد که بریتانیا خود را آماده میزبانی از عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر در هفته جاری می کند. اظهارات مقام های بریتانیایی در خصوص علت سقوط هواپیما با انتقاد وزیر امور خارجه مصر مواجه شده است. یک منبع مصری که نزدیک به تیم بررسی جعبه سیاه این هواپیماس گفته است اعتقاد بر این است که این یک بمبگذاری بوده اما چه نوعی هنوز معلوم نیست تحقیقات در مورد خاک محل سانحه در دست انجام است و تلاش می شود تا مشخص شود این سانحه به دلیل انفجار یک بمب بوده یا نه او افزود که تیم‌های تحقیقاتی آزم محل شدند تا با انجام تحقیقات ببینند آیا اثری از مواد انفجاری پیدا می شود یا خیر. گروه خلافت اسلامی در صحرای سینا روز چهارشنبه 13 آبان ماه با انتشار یک پیام صوتی تردید در مسئولیت این گروه در سرنگون کردن هواپیمای مسافربری روسی را تکذیب کرده و اعلام کرد در زمان مناسب به جهان اعلام خواهد کرد که چگونه این کار را انجام داده است. پیشتر گروه حکومت اسلامی مسئولیت سقوط هواپیمای ایرباس A321 ای که روسیه بر فراز صحرای سینا را بر عهده گرفته بود اما مصر و روسیه این ادعا را رد کرده بودند در همین حال به گزارش اسوسییتد پرس یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود گفته است اطلاعات به دست آمده از استراق سمع مکالمات زمین ساز این نتیجه گیری اولیه است که یک گروه وابسته به حکومت اسلامی در شپ جزیره سینا بمبی را در هواپیمای روسی کار گذاشته است منابع اطلاعاتی و امنیتی آمریکایی به اسوسییتد پرس گفتند بعید به نظر می‌رسد که رهبر گروه حکومت اسلامی در رقه سوریه دستور چنین اقدامی را صادر کرده باشد وزارت هوانوردی مصر چهارشنبه 13 آبان ماه اعلام کرد که محققان محتویات جعبه سیاه را بیرون آوردند و در حال تحلیل و بررسی آن هستند این وزارتخانه در این حال افزود جعبه سیاه دومی که حاوی صداهای ضبط شده در کابین خلبان است آسیب دیده و استخراج همه محتویات آن زمان بر است. وزارت کشور بحرین روز چهارشنبه شنبه 13 آبان با انتشار بیانیه ای از دستگیری 47 تن از اعضای یک گروه تروریستی مرتبط با ایران خبر داد. در بیانیه وزارت کشور بحرین آمده است افراد این گروه قصد داشتند در روزهای آینده اقداماتی تروریستی انجام دهند که با دستگیری اعضای آن برنامه آنها خونسا شده است در بیانیه وزارت کشور بحرین به کشف مقادیر زیادی مواد منفجره و تعدادی سلاح اشاره شده که از منازل مسکونی دستگیر شدگان در یک روستا به دست آمده است در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شده است که بر اساس نتایج بازجویی از دستگیر شدگان آنها با افرادی در ایران در ارتباط بودند همچنین در بیانیه ی وزارت کشور بحرین آمده است شماری از اعضای این گروه در مورد چگونگی استفاده از سلاح و مواد منفجره آموزش هایی در ایران دیدند بنابر گزارش خبرگزاری بحرین اسلحه و مواد منفجره در مناطق مسکونی جاسازی شده بود همچنین یک کارگاه ساخت بمب و یک کارگاه ساخت مواد منفجره کشف شده است بنابر گزارش خبرگزاری دولتی بحرین کشف این شبکه ادامه سلسله دخالت‌های ایرانی در امور داخلی کشور و تلاش برای برهم زدن امنیت و ثبات پادشاهی بحرین از راه عملیات تروریستی سازماندهی شده است. عملیاتی که ایران آن را مدیریت می کند و شامل برنامه ریزی، آموزش، تأمین هزینه، قاچاق مواد منفجره و اسلحه و فعالیت برای سازماندهی نیروهای تروریستی اجرا کننده در چند شبکه از سوی ایران می شود. شبکه هایی که هر کدام متخصص در قاچاق، ساخت، آماده سازی، انبار و توزیع مواد منفجره و اسلحه و پناه دادن به نیروهای تروریستی که ارتباط آنها کشف شده می شود. این گزارش می که تحقیقات نشان می دهد که این شبکه با طرف ایرانی و تروریست مقیم ایران ارتباط نزدیک دارد. علاوه بر آن اعضای این شبکه در اردوگاه های ایرانی آموزش استفاده از اسلحه و ساخت مواد منفجره را دیدند. وزارت کشور بحرین نیز در بیانیه ای اعلام کرد که به تلاش خود برای تأمین امنیت در همه کشور و مقابله با تمام تهدیدهای امنیتی علیه شهروندان و ساکنان ادامه می دهد. این وزارتخانه از روحانیون، رسانه ها و همه شهروندان به خاطر حمایت تقدیر و تشکر کرده است. تنها چند روز از انتخابات پارلمانی در ترکیه و پیروزی حزب اسلامگرای عدالت و توسعه میگذره اما در حالی که بسیاری فکر میکردم با توجه به اینکه این حزب به رغم پیروزی مطلق کرسی های لازم برای پیشبرد طرح تغییر قانون اساسی و تغییر سیستم سیاسی در کشور رو نداره ولی تمایل برای تغییر سیستم سیاسی ترکیه در گفته های مسئولان این حزب به وضوح دیده میشه روز گذشته ابراهیم کالین سخنگوی دفتر ریاست جمهوری ترکیه در این رابطه حرفهای تازه‌ای رو با خبرنگاران در میان گذاشت. او در رابطه با برنامه آقای اردوغان و دولت جدید برای تغییر سیستم سیاسی ترکیه از پارلمانی به سیستم ریاستی گفته که اگر قرار باشه در این رابطه رفراندوم برگزار کنیم این کار رو خواهیم کرد اما همه اینها بستگی به نظر مردم ترکیه داره. اشاره بکنم یکی از اهداف مهم آقای اردوغان پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری تغییر سیستم سیاسی کنونی ترکیه بود که در حال حاضر به صورت پارلمانیه داره میشه و رئیس جمهور بیشتر نقش تشریفاتی و نظارتی داره و نه مسئولیت مستقیم اجرایی آقای اروان معتقده که باید این وضعیت تغییر بکنه و یک سیستم ریاستی در ترکیه برپا بشه که رئیس جمهور رئیس دولت باشه اختیارات اجرایی و گسترده داشته باشه موضوعی که در طی این ماه ها منتقدان بسیاری داشته اونها آقای ارغان رو متهم میکنن که در پی قبضه کردن قدرت در ترکیه هستش اما پیروزی قدرتمند در انتخابات پارلمانی یک شنبه گذشته اگر منجر به کسب 367 کرسی پارلمان توسط حزب عدالت و توسعه میشد میتونست این امکان رو به این حزب بده و حتی بدون برگزاری رفراندوم سیستم سیاسی رو تغییر بده اما حالا حتی برای برگزاری رفراندوم هم حزب عدالت و توسعه کرسی های لازم رو در اختیار نداره به این منظور نیاز به 330 کرسی هست اما این حزب تنها 317 کرسی رو تونسته در انتخابات اخیر به دست بیاره و خب اگر بخواد این پروژه رو کلید بزنه ناچار برخی از نمایندگان دیگه رو با خودش در این زمینه همراه کنه که البته کار بسیار دشواری هستش اما اگرچه به نظر میرسه در کوتاه مدت و مشخصا در شرایط کنونی که جامعه هنوز متاثر از تنش های سیاسی این چند ماه هستش و تازه انتخابات به پایان رسیده این پروژه رو حزب عدالت و توسعه همونطور که گفتم دست کم در کوتاه مدت دنبال نکنه اما قطعا از اون هم چشپوشی نخواهد کرد ابراهیم کالین سخنگوی آقای ارغان دیروز یک بار دیگه تاکید کرده که نظر آقای ارغان بر تغییر سیستم سیاسی هستش و او این مسئله رو برای ترکیه یک ضرورت میدونن همینطور در مورد مسئله مهم دیگه این روزهای ترکیه یعنی درگیری دولت با پکاکا هم اشاره بکنم که آقای اروان روز گذشته گفته که نبرد با پکاکا رو ادامه خواهیم داد و تاکید کرده که اعضای پکاکا باید اسلحه رو زمین بگذارن یا تسلیم بشن و یا از ترکیه خارج بشن و تا اون روز ما این جنگ رو ادامه خواهیم داد آن پترسون معاون وزارت امور خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک اعلام کرده است 85 تا 90 درصد عملیات هوایی روسیه در سوریه علیه مخالفان میان رو حکومت بشار متمرکز است خانم پترسون روز چهارشنبه 13 هم آبان ماه در نشست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ضمن دفاع از عملکرد واشنگتن و در تشریح سیاست دولت اوباما گفت شکست حکومت اسلامی موسوم به داعش در سوریه و عراق نخستین هدف آمریکاست وی اعلام کرد از هنگام دخالت نظامی روسیه در سوریه دست کم 120 هزار سوری از خانه و کاشانه خود آواره شدند و به انبوه 22 میلیونی آوارگان این کشور پیوستند خانم پترسون گفت دومین هدف آمریکا پیگیری انتقال قدرت سیاسی در سوریه است ویکتوریا نولاند معاون وزارت خارجه آمریکا در امور اروپا نیز در نشست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ضمن ارائه گزارشی از وضعیت آوارگان سوری در ترکیه و اروپا گفت روسیه اکنون در اطراف برخی از شهرهای سوریه توپهای سنگین خود را مستقر کرده و این در حالی است که نیروی هوایی سوریه نیز بمبارانهای بشکهای علیه مردم این مناطق را افزایش داده است خانم نولاند گفت هزینه عملیات روسیه در جنگ داخلی سوریه روزانه بین دو تا چهار میلیون دلار برآورد می شود و این در حالی است که مردم عادی روسیه با بحران اقتصادی ناشی از سوء مدیریت، کاهش قیمت نفت صادراتی این کشور و تحریم های ناشی از ماجراجویی دولت پوتین در اوکراین دست به گریبانند. در همین حال اد رئیس جمهوری خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان ضمن انتقاد شدید از سیاست دولت اوباما بخشی از فاجعه کنونی را متوجه نبود یک استراتژی کارا در سوریه دانست. آقای رویس گفت تهاجم مشترک ایران و روسیه علیه مراکز قدرت جنگجویان داعش نبوده و نیست بلکه علیه مخالفان دولت سوریه متمرکز است که از جانب آمریکا و عربستان سعودی پشتیبانی می شوند. آقای رویس گفت آمریکا باید دخالت های ایران و روسیه را که بیشتر موجب بیثباتی سوریه شده به عقب برانند و این امر میتواند با اعمال تحریم های سخت علیه گروه حزب الله لبنان که تروریست های نیابتی ایران هستند و با تحریم های تسلیحاتی علیه ایران انجام شود در همین حال خبرگزاری ریانوستی روسیه روز پنجشنبه 14 آبان ماه گزارش داد که قرار است اواخر هفته آینده هیئتی از سوی دولت این کشور با نمایندگان ارتش آزاد سوریه از مخالفان حکومت بشار اسد با یکدیگر دیدار و در مورد نحوه پایان دادن به جنگ داخلی سوریه گفتگو کنند. این خبرگزاری منبع خبر خود را هماهنگ کننده این نشست ذکر کرد و به نقل از او گفته است که این دیدار در ابوظبی صورت خواهد گرفت سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز چهارشنبه 13 آبان ماه در کنفرانس خبری مشترک با استفان دمیستورا نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور سوریه در مسکو گفت موضوع تصمیم گیری درباره نظام آینده سوریه بر عهده مردم این کشور است و تمام جوانب اصلاحات سیاسی در این کشور باید مورد توافق معارضان و دولت قرار گیرد آقای لاوروف گفت تنها راه راستی آزمایی مراجعه به آرای عمومی است و ما برای انجام این راستی آزمایی آمادگی داریم وزیر امور خارجه روسیه تصریح کرد گروههایی مانند داعش و جبهت النصره در فهرست تروریستی سازمان ملل قرار دارند اما گروههای مشابه دیگر چنین وضعیتی ندارند و باید اسامی این گروهها به طور سریح در فهرست تروریستی گنجانده شود وی همچنین خبر داد که این فهرست و همچنین فهرستی از گروه های معارض که باید در مذاکرات با نمایندگان دولت سوریه شرکت کند در نشست آینده چند جانبی وین تدوین خواهد شد. همزمان با بازداشت چند روزنامهنگار در ایران که جرم آنها از سوی سپاه پاسداران ارتباط با شبکه نفوذی وابسته به دولتهای آمریکا و انگلستان عنوان شده برخی مقامات جمهوری اسلامی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند روز دوشنبه 11 آبان 1394 رسانه ها از بازداشت احسان مازندرانی روزنامه نگار و مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین ایسا سهرخیز روزنامه نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب خبر دادند. همچنین دیروز سهشنبه خبر بازداشت آفرین چیتساز روزنامه نگار حوزه سیاست خارجی روزنامه ایران از سوی خبرگزاری مهر منتشر شد سامان سفرزایی خبرنگار سابق روزنامه اعتماد و ماهنامه اندیشه پویا نیز جزو بازداشتی هاست در برخی صفحات مجازی نیز اخباری درباره بازداشت رضا رفیعی روزنامهنگار اقتصادی منتشر شده هرچند نام وی هنوز به طور رسمی اعلام نشده است اما خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران دیروز از بازداشت پنج نفر از عوامل مرتبط با پروژه نفوذ دشمن در مطبوعات ایران از سوی سربازان گمنام امام زمان و با دستور مقام قضایی خبر داده بود. سایت سهام نیوز نیز از احزار 20 خبرنگار و روزنامه نگار اصلاح طلب به خیابان صابونچی تهران خبر داده و نوشته که قرار است این افراد به صورت جداگانه تحت بازجویی سپاه پاسداران قرار گیرند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در سخنانی به مناسبت 13 آبان گفت بی خودی نرویم برای افراد پرونده سازی کنیم و بعد بگوییم این خط نفوذ است اجازه ندهیم افرادی از این کلمات در راستای منافع شخصی، گروهی و جناهی خود سوء استفاده کنند از سوی دیگر صادق آمالی لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران گفت رسانه های بیگانه و کانال های فارسی زبان اکنون مخاطبان را با شبه مواجه کردند و در ادامه اظهار داشت، نمی توانیم نسبت به این مخاطبان بی تفاوت باشیم بلکه باید پاسخی برای آن پیدا کنیم. حیدر مسلحی وزیر اطلاعات دوره احمدی نژاد و مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز گفته است استکبار به دنبال یارگیری در داخل برای نفوذ در کشور است و برخی رسانه ها به صورت هدفمند در نفوذ دشمن تأثیر گذار هستند. همزمان وحید ابوالمعالی وکیل احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان به این روزنامه گفته است که از موکلم خبر ندارم و هنوز اطلاع ندارم که موکلم تفهیم اتهام شده است یا خیر روزنامه فرهیختگان نوشته است پیگیریها و مکاتبات دانشگاه آزاد اسلامی درباره اتهام علت و محل بازداشت مدیر مسئول فرهیختگان نیز تا کنون نتیجه در بر نداشته است و خانواده احسان مازندرانی خواستار اجرای دقیق قانون و اطلاع رسانی از روند بازداشت وی هستند. همزمان احمد توکلی نماینده مجلس در یادداشتی خواستار درایت بیشتر دستگاه های امنیتی در این گونه برخوردها شده است. آقای توکلی در یادداشتی در اینستاگرام خود که خبرگزاری ایلنا آن را منتشر کرده نوشته است طی یکی دو شب گذشته اخباری مبنی بر دستگیری تعدادی از خبرنگاران به اتهام نفوذ منتشر شده است از جزئیات این دستگیری ها اطلاعی ندارم حتما متولیان امر دلایل قانع کننده ای به مردم ارائه خواهند کرد اما حسب سابقه ای که پیشتر هم وجود داشته است نگرانم دقدقه مبنایی و عمیق رهبر انقلاب به اقدامات امنیتی و انتظامی خلاصه شود آقای توکلی نوشته است باید مراقبت کرد نگرانی رهبری متوقف به تصمیمات شعاری و اقدامات سطحی در حوزه سیاست نشود بنابراین انتظار می رود این دست اقدامات با درایت و دقت بیشتری صورت گیرد که اصل دقدقه رهبری تحت شعا قرار نگیرد همزمان گزارش ها از ایران ها است که سخنرانی فیاز زاهد که قرار بود به مناسبت 13 آبان در لاهیجان برگزار شود با حمله و دخالت گروه های موسوم به گروه فشار لغو شد. بنابر این گزارش دقایقی پس از شروع سخنرانی این استاد دانشگاه بخشی از جمعیت سالن با سر دادن شعار به سمت تریبون حمله ور شدند و قصد ضرب و شتم و برخورد فیزیکی داشتند که دکتر زاهد با کمک همراهانش از سالن خارج شد و سخنرانی او ناتمام ماند.